سلام، خیلی خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. تو این ویدیو میخوایم ببینیم چقدر از این چیزا باعث از بین رفتن یه انسان میشه. کدوم چیزا؟ بریم سراغ ادامه ویدیو. اول از همه قهوه. 70 فنجون قهوه اونقدر کافئین داره که میتونه یه انسان 70 کیلویی رو از پا در بیاره. این مقدار کافئین میتونه باعث تپش قلب خیلی شدید، لرزش بدن و در نهایت ایست قلبی بشه. ممکنه زیاد اهل قهوه نباشی و بیشتر حال کنی که الکل بخوری. 13 شات الکل سنگین، مثلا اونا که 55 درصدن، اگر پشت سر هم مصرف بشه میتونه باعث مرگ انسان بشه. الکل میتونه اون بخش از مغز که مسئول انجام کارهای حیاتی بدنه، مثل نفس کشیدن یا ضربان قلب، رو از کار بندازه. البته این 13 شات برای الکل‌های درست حسابیه و در مورد عرق سگی بستگی به دستپخت ساقیتون داره. فقط الکل و قهوه نیستن که زیادیشون میتونه آدمو بکشه. آبم میتونه برای سلامت انسان بد و کشنده باشه. برخلاف نسخه‌ای که همه بیوتی بلاگرها برامون میپیچن، مصرف 6 لیتر آب توی روز میتونه برای انسان کشنده باشه، به خاطر اینکه میتونه باعث ورم مغزی، سردرد، تشنج و بعد از اونم مرگ بشه. برای اینکه بتونیم از لحاظ علمی چقدر باید روزانه آب مصرف کنیم و از این کلیشه های 7 لیوان آب و 8 لیوان آب و اینقدر لیتر اونقدر لیتر بخوایم جدا بشیم، علمی به قضیه نگاه کنیم، من یه ویدیو دارم، اونم لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، حتما برید ببینید. حالا یه صحبت از آب شد، میدونید که فقط خوردنش نیست که میتونه مشکل زا باشه. اگه 4 دقیقه سرتون رو توی آب فرو ببرید یا نفس نکشید، باعث آسیب مغزی غیر قابل بازگشت میشه و اگه این عدد به 6 دقیقه برسه، باعث مرگ یک انسان میشه. نرسیدن اکسیژن جای دیگه هم میتونه خیر ما رو بگیره و اون هم وقتی که بالای کوه میریم. ارتفاع 8000 متر بالای سطح دریا روی کوه ها، منطقه‌ای که کوهنوردا بهش میگن دث زون یا منطقه مرگ. توی این ارتفاع بدن به هیچ وجه نمیتونه خودش رو آداپته کنه و کار اکسیژن گیری رو انجام بده و اینم باعث مرگ میشه. فقط ارتفاع کوه ها نیست که کشنده است، ارتفاع خود آدم هم میتونه کشنده باشه. آقای رابرت وادلو یه آمریکایی بود که قدش به 2.72 متر رسید. این قد بلندش فشار زیادی رو به سیستم گردش خون و سیستم اسکلتی بدنش می آورد و باعث شد که توی سن 20 سالگی متاسفانه فوت کنه. اگه تا اینجا ویدیو دیدین و خوشتون اومد ولی سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید، لایک رو فشار بدید، نظرتون رو حتما کامنت کنید و اینستاگرام هم فالو کنید تا اونجا بیشتر با هم در ارتباط باشید. اگه یه گونه خونگی داشته باشید، میدونید که نباید به شکلات داد. شکلات برای بدن ما هم میتونه مضر باشه. ماده‌ای توی کاکائو هست به نام توبرومین که مقدار زیادش میتونه برای انسان کشنده باشه. البته باید 85 تا شکلات بار کامل رو مصرف کنی تا این مقدار وارد بدنت بشه. 85 تا که عالیه. البته ممکنه زده باشی زیرش و کره کرده باشی و 85 تا شکلات بار رو دلت بخواد. ولی میدونی برای اینکه ماریجوانا بتونه باعث مرگ انسان بشه چقدرش لازمه؟ اگه بخوای ماریجوانا رو بخوری، 22 کیلوگرم ماریجوانا لازمه تا اووردوزش به اون حدی برسه که باعث مرگ بشه. و اگه بخوای بکشیش، 680 کیلوگرم ماریجوانا رو باید توی 15 دقیقه بکشی تا باعث مرگ بشه. به خاطر همینه که تا حالا هیچ گزارشی از مرگ مستقیم با ماریجوانا نداشت. اما وقتی در عالم های به سر میبری، یه موزیک هم خیلی میچسبه. ولی یادتون باشه که موزیک رو بالای 185 دسیبل نبرید، چون حجم هوایی که این حجم از موزیک میتونه جابجا بکنه میتونه باعث پاره شدن ریه‌هاتون بشه. به علاوه اینکه موزیک بلند نمیذاره همسایتون بخوابه، نخوابیدن میتونه باعث مرگ بشه. توی آزمایشگاه وقتی روی موشا تست کردن، 2 هفته نخوابیدن باعث مرگ موشا شد. اما در مورد انسان‌ها هنوز همچین تستی مطمئناً انجام نشده و رکورد نخوابیدن در حد 11 روزه که باعث مرگ فرد نشد و عوارضی هم موش نداشت. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. اگه براتون جالب بود یادتون نره که به اشتراک بذارید. راستی یه ولاگ کمپینگ داشتم چند روز پیش که دومین تجربه کمپینگم بود، پر از مناظر قشنگ اون کمپینگ و یه سری اتفاقایی برامون افتاد که باعث شد 3 تا از دوستامون رو از دست بدیم. یادتون نره که بعد از ویدیو اون ویدیو رو نگاه کنید و لینک ویدیوی مقدار مناسب آب هم همین بغل و پایین تو دیسکریپشن میذارم، اونم یادتون نره نگاه کنید، خیلی به دردتون.